اگه حوصله طراحی رو نداری یا هیچ ایده‌ای به ذهنت نمیرسه، تا بخوای نقاشی بکشی مورچه‌های روی دیوارم برات جذاب میشن، حتی آمار تعداد گل‌های روی قالیچه هم به دست میاری، هر طرحی میزنی قانعت نمیکنه و احساس ناکافی بودن میکنی، خودتو با دیگران مقایسه میکنی، انگار مغزت قفل شد و هیچ جوره باز نمیشه. تبریک میگم، شما آرت بلاک. هیچی به مغزم نمیرسه، کله یه پوک بی مصرف. زیرا خوچی کار کن، چرا ایچی میشه؟ نگران نباشید، این برای هر هنرمند خیلی طبیعیه. آروم باشید و بزنید به بیخیالی، پاشید به تفریح و خوشگذرونید. به موسیقی های مورد علاقت گوش کنید، فیلم های هنری ببینید. دیمونز، اومنز، کارتز، مانکس، دافینچی. اتاقتون رو مرتب کنید، یکم تغییر دکور شاید حالتون رو بهتر کنه. سبکای هنری که دوست دارید و زیاد نگاه کنید. یه جمله معروفی هست که میگه آماتورها منتظر الهام گرفتن میمونن، ولی حرفه‌ای‌ها دست به کار میشن و بهترین ایده‌ها رو حین کار به دست میارن. گاهی وقتا وقتی گیر میکنیم، بهترین کار شاید ادامه دادن باشه. ساعت مشخص کن، هر روز همون تایم تمرین کن، اینطوری عادت میکنی که روتین روزمره‌ات بشه. بشمار 5 4 3 و بلند شو یک کار کوچیک انجام بده، هر کاری که میتونی. یک کاغذ بردار، شروع کن به خط خطی کردن یا حتی نوشتن. روحیه افراد با خلاقیت و انرژیشون رابطه مستقیم داره. هرچه شادتر و فعالتر باشی، ذهن خلاقتری داری. هرچقدر افسرده و ناامید باشی، فکرت بازدهی کمتری داره. شما وقتی حوصله طراحی ندارین چی کار میکنین؟ لطفا تو کامنت بهمون بگید، شاید به دردمون خورد. راستی مرسی که اون قلب قرمزش میکنی. چطور میتونم از موزه لوف تو پاریس بازدید کنم؟ چرا مونالیزا گرونترین نقاشی جهانه؟ چرا اینقدر مشهوره؟ کی مونالیزا رو دزدید؟ چرا سال 2022 به مونالیزا حمله شد؟ بریم به این سوالا پاسخ بدیم. ویدیوی کامل تو کانال آرتور قرار گرفت، همین الان برو ببینش.